سلام دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه و هر روزتون سرشار از امید و انرژی باشه. بذارین قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم یه مروری کوچولی داشته باشیم راجع به حرفایی که تو این برنامه با همدیگه زدیم. اگه خوب یادتون بیاد از بلوز شروع کردیم این برنامه رو که چرا، کجا و چگونه این خونده میشد و کیا بودن اصلا این کارا رو میکردن. بعد از بلوز رفتیم به سبک راک اند رول با الویس و از راک اند رول اومدیم به راک با بیتلز. میخوام یه متافور واسه تون استفاده کنم که شاید بهتر بتونین تصویرش تو ذهنتون بهتر شکل بگیره. شما حساب کنین اگر مادرشون بلوز باشه و پدرشون راک اند رول باشه، بچه هاشون میشن راک، هارد راک و متال. یعنی اینا همشون یه ریشه دارن، هم خانوادن و به هم ربط دارن. گروهی که امروز میخوایم با همدیگه تو این برنامه ببینیم یه گروهی که احتمالا همه تون میشناسین و اونایی هم که نمیشناسن مطمئنم خیلی باهاش حال میکنین و این گروه، گروه کوین هست. ما الان در سال 1971 هستیم. تو اون سال دو تا موزیسین به اسم براین می و روجر تیرر یه گروه دارن به اسم اسمایل. اسمایل خیلی موفق نیست، یعنی کنسرت‌های زیادی داشتن از این صحنه به اون صحنه ولی زیاد موفق نیستن، تا روزی که با فردی مرکوری آشنا میشن. فردی خواننده‌ایه که انقدر انرژی تو کارش میذاره که بچه‌ها باورشون نمیشد، هیچ وقت کم نمی‌آورد، بیشتر از بقیه کار میکرد. خود فردی بعداً تعریف می‌کرد که توی دانشگاه بیشتر آهنگاشو مینوشت تا درساشو بخونه. دو سال با همدیگه کار میکنن، همیشه هم آماده بودن که اگر روی صحنه یکی از موزیک اینا و خودشون خوششون بیاد همیشه حاضر باشن که اگر قراردادی امضا کنن بچه حاضر باشن. اسم کوین انتخاب میکنن برای دو دلیلی، یکی به خاطر اینکه هم اسمش ملکه است، ولی معنی دومی که داره این اسم به خاطر اینکه این اسم یعنی هوموسکسوال. تو این دو سالی که دارن کار میکنن تو سال 1973 موزیکشون داره بیشتر و بیشتر و بیشتر شنیده میشه و کم کم معروف میشن. دوستانم الان راجع به این خواننده پرشخصیت که وقتی که روی سن بود فقط اونو میدیدیم یکم صحبت کنیم. فردی مرکوری در واقع اسم صحنه این خواننده هست. اسم واقعیش فراخ بولسارا هست که در واقع ایرانیه. از ایرانیای هند هستن، پارسیای هند. اینا زرتشتیای قدیمن که وقتی که اسلام اومد توی ایران رفتن هند. پدر مادر فردی مرکوری در واقع توی تانزانیا بودن و فردی اونجا بود. وقتی که کوچیک بود مدرسه که میرفت معلمش به پدر مادرش پیشنهاد کرد که واقعا حرف منو گوش کنین و پسرتون رو بذارین کلاس موزیک به خاطر اینکه من فکر میکنم واقعا توی موزیک میتونه موفق شه. پدر مادرش حرفش گوش کردن و گذاشتنش کلاس پیانو. فردی همینجوری توی پیانو داشت پیشرفت میکرد و پیشرفت میکرد و پیشرفت میکرد تا موقعی که انقلاب شد توی تانزانیا و اینا رفتن انگلیس. وقتی که اومدن انگلیس و فریدی توی مدرسه که بود با این اون که آشنا میشد سعی میکرد همش سبک راک بره، یه گروه راک داشته باشه. همینجوری تو دنیای راک داشت واسه خودش بزرگ میشد تا روزی که فریدی فریدی شد. Tonight,
بوهمیان رپسودی یه آهنگیه که اصلا خیلی عجیب غریبه، یعنی اولش وقتی که اینا میان این آهنگو میسازن و مخصوصا فریدی خیلی دست گذاشته بود این آهنگ که واقعا میخواست اینو انجام بده، یه آهنگی که بود نه سر داشت نه ته داشت. یعنی چی؟ یعنی اینی که مثلا یه خمیر خیلی خام همینجوری بندازه روی میز تهیه کننده ها و بگه من میخوام اینو بخونم، واسه اونا معنی نداشت، ولی تو سر فریدی معلوم بود که میخواست چیکار کنه. در واقع این آهنگ سه تا آهنگ تو یه دونه، یعنی توش پاپ داره، توش راک داره و توش اپرا داره. شما این ستار با همدیگه هیچ کی نمیتونه این کار بکنه به جز فریدی. خلاصه تهیه کننده ها مخالف بودن که ما نمیتونیم این کار بکنیم، استقبال ازش نمیشه، که هر چقدر میرفتن جلوتر میدیدن که اپرای توش بیشتره و اصلا تا حالا همچین سبکی نشنیده بودیم. خلاصه میسازن این آهنگ میاد بیرون و فوق‌العاده استقبالش زیاده و مردم همه خوششون میاد. خواستم اینو واسهتون تعریف کنم به خاطر اینکه نابغه بودن یه موزیسین و اینکه از خودش به خودش اطمینان داره و میدونه که این جواب میده توی فریدی خیلی زیاد بود. اون زمان خیلی کنسرت زیاد داشتن و مخصوصا داشتن معروف میشدن توی آمریکای لاتین، توی آرژانتین و برزیل. بهترین کنسرتاشون توی آرژانتین و برزیل بود. اینا یه سبک ساختن در واقع، بهش میگن کنسرت‌های استادیومی. تا قبل از این همه توی سالن میذاشتن، تو جایی میذاشتن، ولی این که مثلا 100 هزار نفر، 120 هزار نفر بیان یه جایی و کنسرت شما رو نگاه کنن، با کوین در واقع به دنیا اومد. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. اوج این گروه تو سالهای 80، 85 و حتی 90. میخوام اینو واسه یه نکته خیلی جالب واسهتون تعریف کنم، به خاطر اینکه این گروه فقط همینجوری داشت پیشرفت و پیشرفت میکرد، مخصوصا اینکه خیلی از کارگردانای فیلم‌ها و سینما اومدن طرف کوین، به خاطر اینکه موزیکشون یه چیزی داشت که انگار به فیلم‌ها میخورد. واسه همین خیلی استقبال شد از موزیک کوین واسه سینما، واسه همین خواستم دو تا مثال واسهتون بزنم که بتونین بهترین جریان بگیرین. مثلا فیلم هایلاندر، کوین این آهنگ رو ساخت واسه فیلم و مخصوصا فیلم آیرن ایگل با آهنگ وان ویژن. I've been alive for 4.5 centuries. I am immortal. Here we are, born to be kings. We're the princes of the we
سال 1987 فردی میری توی فاز عجیبی، به خاطر اینکه صداش فوق‌العاده، تکنیکش خوب بود و اینکه میتونست هم پاپ بخونه، راک بخونه، خراش خاصی بده به صداش و هم میتونست اپرا بخونه. تو سال 87 رفت توی فازی که من میخوام اپرا بخونم، بدون اینکه بچه‌ها ناراحت بشن که تو واسه چی میخوای این کار بکنی، میخوای از ما جدا بشی. یه اتفاق خیلی جالبی میفته با کبیه از بارسلون، یه خانومیه که صدای اپراش فکر کنم یکی از بهترین صدایی که تا امروز ضبط شده. واسه همین فردی وقتی که تلفنی باهاش صحبت میکنه و این گفتگو رو دارن که با هم دیگه یه کنسرت بذارن، وقتی که فردی بعداً توی یه اینترویو واسه جمعیت داشت تعریف میکرد، این یه پسر کوچولو بود که انگار مثلا یه دونه از اسطوره‌های زندگیش رو دیده. و اینکه این جریان اتفاق میفته و با کبیه آهنگ میخونه. کبیه که از بارسلونا بود، یه خواننده اپرایی که صداش فوق‌العاده است، یعنی واقعا اگه دوست دارین اپرا حتما برین و تحقیق کنین و گوش کنین. تو همون سال‌ها اعضای گروه روجر و برایان خودشون تونستن چند تا آهنگ دیگه بخونن، ولی اونجوری که از آهنگای کوین و از آهنگای فریدی استقبال میشد، از اونا استقبال نشد، که اتفاقا هم براین هم روجر گفتن که ما بدون کوین هیچی نیستیم. در واقع کوین یه ریشه درختیه که فقط اونجوری میتونن میوه دار بشن. نبورس آخرین کنسرت واقعی کوین همه با هم، یعنی حتی فریدی، به خاطر اینکه فریدی دیگه مریض شده بود و به خاطر مریضی HIV که داشت، یه جورای آخرین روزاش بود. یه داستان خیلی غمناکیه که هنوز که هنوز مردم خیلی ازش ناراحتن. توی نبورس 120 هزار نفر اومده بودن به این کنسرت، به خاطر اینکه چیزی که باید بدونیم این که این کنسرت توی تاریخ ثبت شد، به خاطر اینکه تا الان دیده نشده بود 120 هزار نفر جلوی یه صحنه. هیچکی اون زمان نمیدونست که این آخرین کنسرت فردیه، ولی چون مریضیش خیلی داشت تو اوج بود در واقع، و گروه تصمیم گرفتن که به جای اینکه دیگه کنسرت بذارن، چون انرژی خیلی خاصی میخواد کنسرت گذاشتن، باید خیلی تمرین کرد، خیلی تلاش میخواد، بیشتر وقتشون گذاشتن واسه کلیپ درست کردن. اتفاقا آخرین کلیپی هم که فریدی جلوی یه دوربین بود با یه جمله تموم میکنه و میگه که من همیشه دوستتون دارم. در واقع خیلی از اطرافیانش اون موقع نمیدونستن که مریضه، ولی چون خودش میدونست و میدونش زیاد تایم نداره، واسه همین این جمله رو توی آخرین کلیپش گفت که خیلی معنی داره امروز. اون زمان تمام میشه و فریدی 1991 در واقع فوت میکنه، باید بگم فرخ بولسارا. ولی جسمی، به خاطر اینکه روحش هنوز با ما هست، موزیکش هنوز با ما هست، اون پیامی که میخواست به ما بده هنوز با ما هست، و من شخصا واقعا با موزیک کوین خیلی 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 حال میکنم. برای موزیسیانی که شروع میکنن امروز، من تنها پیشنهادی که میتونم بهتون بدم اینی که واقعا با آهنگای
کوین سعی کنین بررسی کنین، آنالیز کنین و بفهمین، چون وسعت دنیایی که موزیک کوین داره فوق‌العاده است و اگر موزیکش رو بفهمین میتونید به تجربتون خیلی کمک کنه. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. بعد از مرگ فردی سال 91 کوین دیگه نه کنسرت میذاره نه آهنگ میسازه تا سالهای 2000 و به بعد که بچه ها تصمیم میگیرن دوباره کنسرت بزنن و موزیک بسازن. ولی واقعا اگه کوین شناس باشین یا اینکه الان بریم واقعا موزیک کوین رو آنالیز کنین میبینین که واقعا کی میتونه جای فردی رو بگیره روی صحنه، برای اینکه شخصیتش فوق العاده زیاد بود. شما وقتی که یکی از کلیپ های کوین رو نگاه میکنین یا کنسرت های کوین میرین میبینیم که فقط فردی مرکوری جلوی صحنه است، بخاطر این شخصیتش خیلی قوی بود و طرز خوندنش هم تئاتری بود هم صداش فوق‌العاده. خلاصه اینا میرم به فکر یه خواننده‌ای که قدیما خود فردی میگفت ای کاش من پل روجرز بودم. بچه‌ها کانتکت میگیرن با پل روجرز و سعی میکنن که بیارنش و به این آرمانی که بقیه اعضای گروه دارن پیوندش بدن. و پل روجرز وقتی که این داستان رو میشنوه که فردی همچی حرفی زده بود فوق‌العاده خوشحال میشه و پل روجرز میشه خواننده گروه کوین و الان هم هنوز بچه با هم دیگه کار میکنن و موزیکاشون این قبل حس خاصی داره. درسته که فردی نیست ولی یه جورایی فردی توی آهنگاشون شنیده میشه. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. دوستان امیدوارم یه انرژی فوق العاده زیاد بهتون داده باشم با این برنامه و با موزیک کوین و امیدوارم که با فراخ بولسارا بهتر آشنا شده باشید. این افتخار بزرگ ما ایرانی ها، مطمئنم هم خودم هم ایرانیایی که میشناسم و تمام ایرانیایی توی دنیا مطمئنم یکی از بزرگترین افتخارام این بود که این خواننده رو داشتیم و ایرانی بود. تا هفته دیگه باهاتون خداحافظی میکنم ولی یه چیز یادتون نره، اونم موزیکه.